میدویم میدویم اما به کجا؟ نمیدانیم. رنگ و روی پریده و نقش باختیم در این سیطره کمیت. منی که گلم را به گونه دیگری سرشته و به پیمانی زدند و در نزدیکترین زنجیره عظیم وجود ایستاده بودم، حال پاهایم در گل زمین چنان فرومانده است که دیگر نه خرقه رندی در برو نه خم طره یاری در دست. اگر حافظ در این زمان همراه من بود، در برابر این همه دیگر دیسی ارزش ها چه می گفت؟ آیا رند خراباتی باز می سرود؟ در خرابات مغان نور خدا می بینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم. شاید نه قطعا می گفت که از میان کثرت هویت های چهل تکه و از میان تجارب مختلف مدرنیته باز می توانی وحدت را بیابی، زیرا در هر زمانی آماده پاسخ دادن است. دلی که غیب نمای است و جام جم دارد، به خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. به خط و خال گدایان مده، به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. حکایت زندگی امروز ما حکایت کسانی است که به خورشید نگاه می‌کنند، اما بسیاری از اوقات این خورشید در دسترس آنها نیست. ما امروز در فضای قرار گرفته ایم که به تعبیر الهیدانان دوران معاصر ما، الهیات غیبت حاکم است. یعنی خورشید به اختیار خود در کسوف قرار گرفته است و دسترس ما آدمیان به این سادگی به فضای خورشید امکان پذیر نیست. چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید، ز باغ عارض ساقی هزار لاله سراید. این آفتاب می امروز در زندگی دوران جدید و مدرن ما به سادگی خودش رو نشان نمیده و طلوع نمی کنه. الهیات غیبت موضوعی است که امروز الهیدانان جدید در دپارتمان های مختلف مطالعات ادیان و الهیاتی مطرح می کنند. این که آفتاب خداوند در فضای زندگی امروز بشر به نحو دیگری در دسترس بشر است و بشر امروز در کسوف قرار گرفته. چرا؟ چون مبنای دیدن اون آفتاب و نگاه به اون آفتاب و بهره‌مندی از اون آفتاب را از دست داده است. حافظ میتواند ما رو به این نگاه دوباره برگرداند. هفتاد سال از چاپ دیوان حافظ به تحقیق و تصحیح علامه بزرگوار شادروان علامه قزوینی میگذرد. بنابراین یه یاد نیک از ایشون کردن و درود به روح پاکش فرستادن یه کار مفیدی است، یعنی وظیفه ای است که احساس میکنم. در مقدمه 13 صفحه فقط نوشتن که وقتی ما نسخه خطی را از آقای خلخالی امانت گرفتیم، من و دوست محترم آقای دکتر قاسم غنی نشستیم 4 مرتبه متوالی، این عبارتش، با کمال دقت اون چاپ را، چاپ خلخالی را، با نسخه خطی مقابله کردیم و قریب 400 اختلاف پیدا کردیم. پاورقی رفته اونجا زیر نوشته که ما در این چاپ حاضر همه این اختلاف ها و اشتباه ها را تصحیح کرده ایم، خواننده مسبوق باشد. خب دلیلش این بود که قزوینی کاری که میکنه میخواد طوری اون گره ها را محکم ببنده، میخواد چیزی بنویسه که تمام خواننده ها طوری اعتماد به کار او پیدا بکنن
که کوچکترین تردید و شک برایشون پیدا نشه. اما جلوی کنجکاوی را که نمیشه گرفت. یکی از کنجکاویام این بنده حقیر داشتم. من چیکار کردم؟ من یه وقتی که خدا رحمت کنه پسر خلخالی شمس‌الدین خلخالی زنده بود، خواهش کردم یه دو سالی ما رو معطل کرد البته که آقا این نسخه خطی را یه چند سباهی به من امانت بده. میخواستم من درست همون کاری که خودش با دکتر قاسم غنی کرد منم بشینم چاپ علامه غزوینی را با اون نسخه خطی مقابله بکنم. نتیجه مقابله این شد که تقریبا 35 تا در یک کتابی نوشتم مقدمه بر تدوینت، 35 تا از غلط‌های چاپ خلخالی که مخالف نسخه خطی است عیناً در چاپ قزوینی است. اون غلط‌ها بعضی‌هاش ناراحت کننده است. مثلا یکیش اینه: جای غم باد مران دل که نخواهد شادت. چاپ قزوینی است و نویسندگان، یکی از دوستان منم که در کار دستور اینا است، طوری اعتماد دارن به حرف قزوینی که آمده در یک کتاب دستور نوشته گاهی مر با حذف تأکید را هم به کار می رود، چنان که حافظ فرموده است جای غم باد مران دل. که حافظ بیچاره متهم شد و هم چیزی نفرموده. اصلش در نسخه خطی جای غم باد هران دل، هر، و چون هر را در نسخه خطی بدون افزودن اون گوشواره زیرش فقط با یه دندانه می نوشتن، اون کسی که چاپ خلخالی را درست کرد اون هر را مر نوشت. بعد از چهار مرتبه مقابله با کمال دقت هم عیناً اونجوری که در چاپ خلخالی بود منتقل شد به چاپ قزوینی. شهرت به حفظ امانت و نگهداری اصالت نسخه ها یکی از مسائلی است که خب هر کسی که میخواد از رو نسخه خطی یه چیز چاپ بکنه این باید رعایت بکنه. اینو از همون زمانی که تازه چاپ شده بود 70 سال پیش دیوان مصحح علامه قزوینی خیلی ها نوشت. مثلا دشتی در نقشی از دیوان حافظ اعتراض کرده به علامه، گفته آه میدونم شما اون چی که در نسخه خطیتون هست اون نوشتید، ولی خب اون کاتب هم ممکنه اشتباه بکنه، شما چه اجباری دارید این اون نوشته کاتب را بیارید؟ اون که نوشتن که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود، این تفسیرها همه تایید میکنن، همش صحیحش این است، به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. اون دیوی بود که انگشتری سلیمان توضیح داد در تفسیرها. اما منی که در خدمتتون نشستیم در اون مقابله‌ای که با شمس‌الدین خلخالی آمدیم چاپ علامه قزوینی را با نسخه خطی کردیم، یک دفعه دیب دل غافل، اینجا نسخه خطی نوشته به تلبیسیال دیو سلیمان نشود که صحیحش نوشته ولی در چاپ قزوینی نمیشه. اما آخرین مطلب اینه که علامه قزوینی در این نسخه دو تا کار متفاوت کرده، یکیش یه مقدار اضافه کرده یه مقدار کم کرده و هر دوتاش مورد اعتراض بنده شرمنده است. اون که اضافه کرده نوشته که ما مطلقا هر چی که در اون نسخه خطی امانتمون نبود همه را کل عدم انگاشتیم، هیچ چیزی اضافه نکردیم. اول اینجور ادامه پاور نوشته مگر در دو سه مورد بسیار نادر، این عین عبارتش، که بعضی ابیات را که میدونستیم این گفته حافظه و در متن کسانی است اونا را اضافه کردیم. من در اون تحقیق نتیجه گزارش خودم نوشتم که دو سه مورد بسیار نادر نیست، 20 مورده و دو سه سطر نیست، 31 سطره. از جمله اون 31 سطر را غزل به مطلع سکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، 8 بیت اصل غزل علامه قزوینی 6 بیت به اون غزل اضافه کرده و چاپ کرده.
خب اعتماد مردم هم به کار قزوینی اینجوریست که این چاپ را یه عده اگه پیدا میشد دست میشه خود حافظم کسی ادعا میکرد دست میز حافظه میگفتن نه دست میز حافظ اینه علامه است. از جمله دوست حافظ شناس ما اونم ادعا داده آقای بهایی الدین خرمشاهی در حافظنامه اون چاپ قزوینی را به منزله دست میز خود حافظ فرض کرده. در اون غزل ز کوی یار بیاید نسیم باد نوروزی کلمه نوروزی دو بار و کلمه فیروزی سه بار تکرار شده به خاطر اون شش بیتی که علامه قزوینی اضافه کرده. در اصل نسخه خطی قلقالی این تکرار قافیه نیست، اما آقای بهایی‌الدین خرمشاهی نوشته حافظ با بی‌پروایی کامل، این عبارتش است، حافظ با بی‌پروایی کامل در متن یک غزل گاهی یک کلمه را دو بار و حتی سه بار تکرار کرده، اما چیزی کم کرده. یک غزل که من قصه‌ام راجع به اون غزل مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، این حذف شده و در مورد اون که حذف کرده گفته هرچی من حذف کردم در نسخه های اساس من نیست. 18 نسخه ده می برده که نوشته 9 نسخه من در غزل ها نسخه اساسی. من چطوری میتونم، من اینکه 60 نسخه خطی حافظ هنوز تصویرش در کنار میزم چیده شده است، چطوری میتونم باور بکنم که همچه غزل را 8 نسخه خطی، اگر نسخه قدیم باشه اونطور که تعریف کرده، اونها هیچ کدوم ننوشته باشه. ضرر این ننوشتن این نسخه یه نکته است، این آخرین عرض من میگم، اما در کنار و حاشیه این نسخه خطی که چاپ شده در عکس گرفتم پیش من هست، چند جا دیدم اینجور نوشته ها. مثلا یکی نوشته یوم جمعه چندم سفر در نهایت تنگدلی و پریشانی خاطر از بابت گرفتاری هایی که برایم پیش آمده بود این دیوان عزیز را باز کردم و این شعر آمد: روز هجران و غم هجرت یار آخر شد، یک دفعه مثل این که دنیایی به من بخشیدن و دنیا مثل آفتاب مثل نور در جلوی چشمم روشن شد. افراد زیادی در نهایت تنگدلی دیوان حافظ باز کردن، یک گفته حافظ، یک بیتش، یک مصرعش بارقه امیدی، نشاطی، امیدی در ذهن اونها ایجاد کرده. فکر کنید از 1120 که دیوان قزوینی چاپ شده تا حالا که 90 70 سال، نمیگم میلیون ها، هزارها، ده ها هزار، صد هزار انسان این دیوان حافظ رو باز کرده و علامه قزوینی محروم کرده خوانندگان دیوان خودش رو از این کمچی غزل. امروز چرا عشقهای شیرین و فرهادی و عشقهای افلاطونی لیلا و مجنونی کمتر پیش میاد؟ تاب بنفشه میدهد طره مشک سای تو. چرا اینقدر درباره حافظ سخن گفته شده و میشود؟ موقعی که من درباره حافظ خواستم کار جدی تری بکنم با سروده های گوته آلمانی آشنا شدم، دیدم این مرد میگه که حافظ آرزو دارم که من شاگردی از شاگردان تو باشم. در شگفت موندم این گوته که اینقدر شهرت داره در دنیای مغرب زمین، در اروپا، در دنیا، تا این اندازه به حافظ دل سپرده. نکته بسیار جالبی که در گفته گوته بود که با کمال تأسف اکثر پژوهندگان ما توجه نکردن به این و استاد سلیم نیسانی توجه کرد که گفت بعضی از حافظ پژوهان به راحتی گفتن که حافظ راحت در یک غزل 2 یا 3 بار قافیه رو تکرار کرده، ولی گوته میگه که حافظ کسی است
که در یک غزل یک واژه رو، یک کلام رو دو بار تکرار نکرده، مگر اینکه اون کلمه دو معنی جداگونه داشته باشه. و این نکته جالبه. الان می‌بینید که راحت ما در نسخه ها داریم که دو تا سه بار یک کلمه تکرار شده. یک موقع شروع کردم کتابی نوشتم به نام راهی به مکتب حافظ، و این برای نخستین بار واژه هایی به کار رفته در اونجا که هیچ کسی به اونها عنایت نکرد. شما مثلا همین واژه مثلا محراب رو که میبینین، این اگر که واژه عربی بود بر وزن معبد و مسجد باید باشه، محرب یا محرب باید باشه، اما ما میخونیم محراب. پس این واژه معنی خاص خودشو داره. حافظ اینجور آدم حس میکنه که سه مرحله رو طی کرده، مثل همه بچه مسلمان ها در مکتب خونه درس خونده و بعد حتی قرآن رو در روایات گوناگون، حالا به تعبیر خودشون 14 روایت از بر میخونده، اما این آدم به هر حال ببینیم میاد بیرون از مسجد، میاد بره خیال میکنه خانقاه بهتره. وقتی میره خانقاه و صوفی میشه میبینه نه، چنگی به دل نمیزنه. حالا نمونش از سخن خودش میگه، میگه گرز مسجد به خرابات شدم خورده مگیر، مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد. در حالی که ما خیلی همون هست این مجلس وعظ رو دوست داریم، حالا حافظ دوست نداره نداشته باشه، ما که تابع حافظ نیستیم که. بعد میاد میگه ز خانقاه به میخانه میرود حافظ، مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آمد. میبینیم اونجا خیلی اوضاع بدتر شده، یعنی ریا زیاده. بعد میگه صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. این روحیه ایست که ما به حافظ گرایش پیدا میکنیم و دوستش داریم. برای اینکه این مثلا شما ببینید برای یه عده اینطوریه، دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند، ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند، گویند راز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند، ما از برون در شده مفتون صد فریب، تا خود در اون پرده چه تدبیر میکنند. ماهایی که یک کمی بدبین شدیم لذت میبریم، حس میکنیم که دنیا الان به هم ریخته شده. پس این حافظ لسان الغیبه، نه لسان الغیب نیست، به هر حال دنیا همیشه این حالات رو داشته. اما فقط ما اینجا درباره حافظ که هست یه مقدار به غزل‌های حافظ می‌پردیم، سخن می‌گیم. یه غزلی از حافظ بود که من مقاله رو این نوشته بودم در حدود 18 سال پیش به نام پرده برافکنی از غزلی نامانوس از حافظ. اینا نکته‌هایی است که پنهان مونده، و الا خب این استادا ببینید چقدر دقت کرده. من اصلا هیچ قدرت اینی که بشینم دو تا نسخه با هم مقابله کنم به عمرم نداشتم، ولی خب بعضی میبینیم 20 تا 30 تا نسخه رو میذارن و اینا رو با هم میسنجن. اما این غزل این بود که اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی کن دهان پر از عربی است. زبان خاموش، زبان یعنی این زبان ناطقه من، زبان حافظ، زبانی که حافظ میگه که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. و سخن اصلا بعد در اینجا یک مجالی پیدا شده که همه دانشوران و سخنوران رو این کار فرا خوندیم که زبان پارسی یک زبانی است. وقتی که مولانا هم میگه حدیث عشق بیان کن بدون زبان که تو دانی، اون زبانی که زبان دلت هم هست. بنابراین این غزل ها اینا یک مشکلاتی بود که ما برخورد میکردیم در دیوان حافظ. در تمام نسخه ها واژه رند تا زمان حافظ واژه بدی بوده، مثل لاابالی. این واژه رند درست به زبان حافظ که میرسه معنیش به کلی عوض میشه، یعنی درست نقطه مقابل اول میشه. شما وقتی تاریخ بیهقی رو میخونین، واژه رند یعنی آدمهای بی سر و پای بی ارزشی که میشه پول بهشون داد و هر کاری بهشون تحمیل کرد، میاد تا زمان مولانا. مولانا میگه حکم چون اندر کف رندان بود، لاجرم ذنون در زندان بود. میرسه به سعدی هم میگه که پارسا را بس اینقدر زندان که بود هم طویله رندان. پس رند چیز بدیه. اما میرسیم به حافظ، حافظ رند میشه پیر مغان،
میشه بالاترین پایگاهی که انسان باید به اون برسد و اگر برسه. بعد در یک غزلی داره میگه سالها پیروی مکتب یا مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. آخرش میگه صبحخیزی و سعادت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت رندان کردم. و این درسته، برای اینکه رد القافیه میشه و غزل اقتضای این رو داره. ما یه اصطلاحی داریم در ادب به نام رد القافیه یا به اصطلاح رد الصدر علی عجز، که قافیه مصرع اول در مصرع آخر به کار میره. به این ترتیب حافظ یک اصطلاحات مخصوص خودش داره. درست حافظ مثل این موسیقیدانا دیدین که وقتی موسیقی میذارن خیلی غمگینه، اونها یه دفعه میرن تو چهارمضراب، حافظ هم همین کار رو میکنه. منم با همین چهارمضراب حافظ سخنم رو پایان میدم که میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. حالا من اینو ساختم، بساط کهنه برچینیم و طرحی نو در اندازیم، از فلک را سخت بشکافیم. بهتر اگر خواجه حافظ زنده بود میگفت اجازه میده که این کلمه رو بذاریم؟ حتما هم میگفت آره، بعدم نیست. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، بساط کهنه برچینیم و طرحی نو در اندازیم، شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم، چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم، بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. من اندکی میخواهم در زمینه سخن بگویم که استاد ارجمند جناب آقای دکتر نیساری یادی از اون کرد. اون همین است که چرا غزل‌های حافظ به گونه ایست که همگان اونها را خوش می‌دارند، می‌خوانند، می‌شنوند. از استادان دانشگاه، ادبدانان، سخنسنجان تا آن پیرزال دانش نیاموخته که هر زمان با پرسمانی در زندگی روباروی می شود، بر سر دوراهی می ماند، می خواهد با دیوان خواجه فال بزند. این فسون فسانه رنگ در سروده های او که هر دل را میشیبد به راستی چیست؟ چرا هیچ سخنوری دیگر نتوانسته است در دل ایرانیان، پارسی زبانان، حتی نیرانیان جایگاهی چنین بلند و ارجمند بیابد؟ ایران ما در درازنای تاریخ گرانسنگ و شکوهمند خود همواره سرزمین سپند سرود و سرواد و سخن بوده است. بی هیچ گمان و گزافه ما بزرگترین، مایه‌ورترین، شگفتی کارترین سخنوران را به جهان ارزانی داشتیم. پس در سرزمینی مانند ایران حافظ شدن کاریست بسیار باریک و دشوار. اون ویژگی چیست که از خواجه شیراز اون نهان آشنای دانای راز را ساخته است؟ به گونه ای که نیرانیان هم دل بدو می‌بازند. برجسته ترین نمونه
سخنور نامبردار آلمانی گوته است که اون چنان بر خواجه شیفت دل باخت که شوریده و سرمست دیوانی را در ستایش او سرود. این پرسشیست بنیادین که میتوان پاسخهای گونگون بدان داد. در این زمان اندک من تنها میکوشم به یک پاسخ بسنده کنم. دو ویژگی از دید من، ویژگی های بنیادین و ساختاری و سرشتین است در غزل های حافظ. بر پایه این دو ویژگی است که حافظ فسان رنگ و فسونبار شده است. یکی آن ویژگی است که من آن را آبگونگی می نامم. شعر حافظ به آب می ماند، فسرده فشرده سخت کالبدینه نیست، نغز است، روان است، نرمش پذیر است. شما اگر آب را در لیوان بریزید لیوان خواهد شد، اگر در تنگ تنگ، اگر در کوزه کوزه. آب چون پیکرینه نیست، رنگ و ریخت آوندی را به خود میپذیرد که در آن میریزندش. شعر حافظ آبگونه است، رنگ و ریخت آوند ذهن و اندیشه خواننده یا شنونده را به خود میپذیرد. هر کس میتواند اون چرا خود میخواهد در سرودهای او بیابد. معنا، اندیشه، ساختار هنری و زیباشناختی در غزلهای او به جانی سرگردان و آواره میماند که هر دم کالبدی دیگر نوتر را میجوید. از اونجاست که هر کس حافظ را به گونه دیگر میشناسد. دیدها، داوریها درباره هیچ سخنوری به اندازه حافظ گونگون، حتی ناساز نیست. کسی استوار وران است که حافظ مردی بوده است سخت پای بند به آیین‌های دین. شب را تا پگاهان زنده می داشته است در نماز و نیایش. نبی را در 14 باز گفت از بر می خوانده است. اون دیگری می گوید حافظ سرمستی بیخیشتن بوده است که افتان خیزان از میکدهی به در می آمده است تا به میکدهی دیگر برود. آن سومین همچنان دیدگاهی دیگر دارد، میگوید حافظ پرخاشگر اجتماعی است. شعر او از نمونه های برجسته ادب پرخاش است. هر چهره ای را حافظ خراشیده است. پلشتی ها و زشتی های روزگار خود را به گونه ای پرده درانه، رسواگرانه، به آواز بلند باز گفته است. اون چهارمین هیچ یک از این چهره های خواجه را
نمیپذیرد. میگوید حافظ سودایی ایران باستان بوده است، حتی تا بدان جا پیش میرود که میگوید حافظ مهر پرست است. در شیراز سده هشتم بدان باور می‌یابد که هنوز محرابه‌ها بر پای و بر جای بوده است. خواجه همچونان مهر پرستی باورمند بدانها راه می‌جسته است. از بیت‌های خواجه، بیت‌های بی‌چند و چون، به یک نمونه بسنده می‌کنم، نمونه ای که آن چهارمین می‌آورد: یاد باد اون که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. خواجه آشکارا از رقم مهر سخن گفته است. این یک ویژگی است. ویژگی دیگر که این ویژگی را نیرو می بخشد، خونیای سروده های حافظ است. یک انگاره این است که اگر او را حافظ بر می نامیده اند، از اونجاست که خونیاشناس بوده است. شاید اگر این بیت خواجه را بر کودکی ناآرام بخوانند، آرام به خواب برود. خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد، که تاز خال تو خاکم شود عبیرامیز. آهنگ خونیا کند آرام رؤیا پرور است. این بیت را شما بسنجید با این بیت دیگر که هنگامه ای دران، گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. خواجه شادمانه سخن میگوید، واژگان هم شادمانه اند، دست می افشانند، پای می کوبند، شادی از سراسر سخن می بارد. یک نمونه دیگر می آورم و دامن گفتار را در می چینم. نمونه ای شگفت، شیرین، آغازینه غزلی است. من آگاهانه بیت را بدین گونه میخوانم، زیرا میخواهم اون ساختار آهنگین آوایی را برجسته بدارم. تاب بنفشه میدهد طره مشک سای تو، پرده قنچه می درد خنده دلگشای تو. شما آغاز لخت ها را هنگامی که با پایان آن می سنجید، می بینید که از دو گونه آوائی جداگانه اند: اون چابکی، اون رامش، اون انگیزندگی، اون شور و شتاب که در بخش نخستین هست، در بخش دوم دراز آهنگ کند. چرا؟ چون سخن از زلف یار است. ویژگی ساختاری و سرشتین زلف یار درازی است، تیرگی هم هست، اما خواجه در این بیت درازی را می‌خواهد. هم از این روست که سخنوران درویش کیش، نهانگرای، رازاشنای، جهان نمود را با زلف یار می‌سنجند. چون هم دراز است، هم چین در چین و تار در تار و تیرگی در تیرگی. اگر دلی در شکنجهای این زلف افتاد، به آسانی از آنها نمیتواند رست
نمیتواند به روی یگانه یک پارچه رخشان که نماد بود است این نقضی ها و نازکی هاست، این شیرین کاری هاست که غزل خواجه را به سروده دیگر سان نوائین دیگر کرده است. هنگامی که شما غزل خواجه را میخوانید بی اون که بیاندیشید از اون اثر میپذیرید. از آن است که با غزل خواجه فال میزنند، میتوانند پاسخ پرسش خود را در آن بیابند. گفت این سخن پایان ندارد ای قباد، چون زمان نیست من این گفتار را در همینجا به پایان می آورم. آرزو می برم که شما در چین و شکنج زلف یار، هرچند بسیار دلپذیر است، نمانید، راهی به روی رخشان او هم ببرید. ایدون باد. سپاسگزارم.